گنگ ایک فور آل تایم. سلام بچه، امیدوارم حالتون عالی و فوق العاده باشه، پر امید باشید. 24 25 26 فردا پس فردا و 3 روز آینده هیچ ویدئویی تو این چنل قرار نیست ببینید، دلیلش هم حتما همتون میدونید و امیدوارم امیدوار باشید مثل من و بترکونید هر چیزی که از دستتون برمیاد رو واسه این راهی که داریم میریم به آزادی انجام بدید. امروز به عنوان آخرین ویدیو قبل این 3 روز یه دونه فری استایل از ام جی اومده که همین الان قراره بهش ریاکشن کنیم. من ندیدمش، بچه‌ها گفتن حتما ریاکشن بگیر بهش و در کنار اون قراره یه وایس هم گوش کنیم که گفتن اونم گوش کن، انگار پایان زد بازیو این وایس تایید میکنه و یه سری صحبت کلا راجع به زد بازی دارم. لایک کامنت سابسکرایب یادت نره. میگم دیگه از اون داستان ناراحتی باید بگذریم، به امید برسیم. برو بریم توی ویدیو. بچه‌ها به من گفتن ام جی فری استایل داده و الان قراره بریم اونو گوش کنیم. من کلا ریاکشن زیاد نمیگیرم ولی این یه دونه فرق داره، فری استایل سیاسی ام جی رو حتما با گوش کرد. فقط چیزی که راجع به ام جی بگم، ام جی تا الان هیچ صحبتی راجع به این داستان نکرد جز دو تا استوری که وسط بازی بود کاملا و خب چون توی تهران بود قبلا هم میگفت من اصلا دوست ندارم کار اعتراضی بکنم. ببین من دو تا ایده دارم الان، یا میاد اعتراضی میخونه یه سری آدم هم میکشن سمت خودش، یه سری هم همچنان بهش فوش میدن، یا میاد دوباره دفاع میکنه که همه قرار بهش فوش بدن. روی اینستاگرام من دارم میبینم کامنت ها رو بسته، یعنی انقدر فوش خورش ممکنه بالا باشه این داستان. برو ببین توش ببین چجوری. ببین من میگم مرگ بر خودم، وقتی دیدم هموطنام جلو چشام پرپر شدن بازم ساکت و گم و گور و سردرگمم چه ای سهراب ام جی بیاد اینج خودشو داره دیس میکنه دیگه. مثلا یه مرگ بر خودم که سکوت کردم، یه همچین چیزی من دارم برداشت میکنم. سردرگمم چه جوری جس بگیرم بگم، نام جلو چشام پرپر شدن بازم ساکت و گم و گور و سردرگمم چه جوری جس بگیرم بگم هم مردمم. نمیتونی واقعا نمیتونی. آره مرگ بر خودم، با اینکه خیلی دوست دارم سهراب ام جی و خیلی با موزیکاش خاطر ساختم، ولی الان موزیک واقعا یه ارزش نداره که پیش مردم باشی، طرف مردم باشی مهمه به نظر من. اینکه سر مامان داد زدم فوش دادم خواهرم بگم زن زندگی آزادی باورم چه ربطی داره؟ من میگیرم منظورشا، میخواد بگه که منی که تو خونه ارزش زن رو نمیدونم بیام علیکی شعار بدم زن زندگی آزادی. این مثلا داره میگه بقیه اینجوری ان، به خودشو فقط داره میگه، به خودش داره میگه که داره خود زنه میکنه. اگه منظورش اینه بقیه تو خونه مثلا زنان کم میگیرن میان بیرون شعار میدن، الان وقت این حرفا نیست. نه میگم مرگ بر خودم، منی که میخوابیدم شبا سیر تو محل، چند تا بابا تو خونه سرا زیر، یکی افتاده یه گوشه و بعد معتاد متاس، از بالکن دیدم یکی دنبال غذاست. خب میدونی الان هنوز هیچ صحبت سیاسی نگم، نه چجوری بچه ها میگن اعتراض سیاسی این موزیک. الان میخواد چیکار بکنی میدونی با این داستانی که الان هست؟ میخواد چیکار بکنی؟ یکی دنبال غذاست تو سطل. آره مرگ بر خودم، منی که تو شلوغیا نیستم کف خیابون، تو خونه همه چی آروم، توی اینستا میدیدم خورده سر کی باتون، دنده بدم بشه جوون بقیه داغون. What the fuck حاجی، من نمیخوام اینو گوش کنم. آخه هنوزم رو همون عقیده است که هنوز نباید دنده داد. جوون بقیه داغون، امروز تولدم بود تستش نی کیک. سب کن منم اقا. تو خونه همه چی آروم، توی اینستا میدیدم خورده سر کی باتون، دنده بدم بشه جوون بقیه داغون. امروز تولدم بود تستش نی کیک فوت کنم، یا هیز دود کنم دوتا پیک کوف کنم. خاطر خواستادایی که ساخت تولد مبارک سارا بهم. چرا ساکت بودی تو این انتوان؟ چون جلو آینه دیدم دیکتاتور من بودم. اینم جواب سهراب ام جی به کل این داستانا، به کل اینکه چرا ساکتی و چرا اینا. میگه که من خودم باید درست کنم بعد جامعه رو درست کنم. یه همچین چیزی بود که به نظر من اصلا توجیه درستی نیست. میتونم بگم دیس خود سهراب به خود سهراب بود، ولی داخل دیسش به خودش اومد یه سری تیکه بقیه منده خدا وکیلی. یعنی اینجوری که اول خودتو درست کن بعد بیا تو جامعه حرف بزن، ولی با اینکه به نظر من تو جامعه حرف زدنت وقت تریبون داری نیازه، تریبون کوچیک تا بزرگ هیچ ربطی نداره، تو تریبون داری و باید این کارو بکنی. الان کل پستای اینستاگرامش رو پاک کرده، فقط همین یه پست مونده. نمیدونم تو ایران داره زندگی میکنه، شاید شرایط زندگیش جوری که نمیخواد صحبت کنه، حتی اصلا دوست نداره صحبت بکنه. میدونی من میگم آزاد آدم هر کاری بکنه، ولی اگه میای طرف مردم میگیری و باز دوباره داری میگی دنده ندید به مردم، میدونی من یه سری چیزا رو بهش فکر میکنم
سرم سوت میکشه بچه ها، واقعا نمیخوام الان بیام این صحبت ها رو اینجا انجام بدم ولی باید بکنم. مسئله فقط حجابه مگه؟ مگه فقط مسئله حجابه؟ میدونی کشور ما این همه نفت داره، این همه داستان داره. آخه عزیز من که داری این ویدیو رو نگاه میکنی، آخه یکی از آخرین اختلاسایی که خیلی معروف شد اختلاس 92000 میلیارد تومانی بود که توی شرکت اگه اشتباه نکنم فولاد مبارکه اصفهان اختلاس شد. 92000 میلیارد تومان رو تقسیم بر 80 میلیون آدم ایران بکن، چی به دست میاد؟ یا همچین اختلاسی اگه پولش به مردم میرسید، فقط همین یه دونه نیست، کلی اختلاسه، میدونی؟ کلی آدم میتونستن از این راه پول در بیارن، کلی نون میتونست به مردم برسه. تشریح شد. تو همچین کشوری با همچین حدی از ذخایر ملی نباید مردم اینجوری زندگی بکنن، میدونی؟ با آزادی بیان داریم الان ام جی با آزادی بیانی که داره اومده آهنگش داده، منم با آزادی بیانی که دارم بهش نقد میکنم، میدونی چی بهت بگم؟ و به نظرم فوش شدن با آرتیست اصلا کار درستی نیست. و اگه دموکراسی میخوای باید کامنتات رو هم باز بذاری آقای ام جی، این کامنتات رو ببندی. بنظرم حتما تو کامنت ها نظرتون راجع به کار ام جی بنویسید، اینجا میتونید نظر بدید، تو پیج خودش نمیتونید نظر بدید. بریم اون وایس سامان هم گوش کنیم که کلاب هاوس سر اومده و میخوام ببینم زد بازی قضیهش چیه که بچا گفتن زد بازی به چخ رفته شوری. شما یه سوال داشتم واسم نظرت راجع به آهنگ جدید لیتو. آها این یه نفر دیگه است از سامان سوال می‌پرسه. سیجل و خلصه بپرسم، میدونم سن گوش دادی دنبال میکنی؟ بله 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 بله. ببین شما اگه دقت کرده باشی کامنت ها اینا منفی بود بیشتر. خب که چی؟ بعد یه مقدار یه حالتی بود که مثلا بچه ها میشه چیز سن آف بعد یه حالتی بود که اینا نمیدونم بیشتر فرش خوردن یا گفتن دیر شده یا فلان. مردم یه حالت خیلی، مردم نه، یه سری اینستاگرامی یه حالت خیلی کینه‌ای رو کینه از چی؟ کینه از این که اومدید گفتید مردم مرده به تخمم، میدونی حق جدی دارم میگم، یعنی هنوزم داری همین صحبت میکنی. سامان ویلسون، سامان ویلسون 6 تا پست عذرخواهی گذاشته و بازم دل گرفتن کلن. حالا نمیدونم چیه مسئله، چرا اینقدر قاطین؟ دلیل بازم میگی اینستاگرامی، چون قبلا اینو صحبت کرده بود، میگفت اینا که تو اینستاگرام کامنت میذارن بیکارن. و آخه میدونی این نظریه است که تو نباید بیای وقتی سلبریتی به مردمی که دارن برات کامنت میذارن این حرفو بزنی. اصلیش فکر کنم اینه که زیاد کاروبار خاصی ندارین، پولتون جای گیر نیست، ملکی ندارین، کلا هم کاروبارتون یه جوریه که یه جوری فسین دیگه کلا، یعنی منتظرین که یه اتفاقی بیفته و این اتفاقه. ببین نظر سامان، میدونی یه چیزی شنیده داره همونو ادامه میده، یعنی مثلا شنیده آره تو خودتو تغییر بده، دنیا رو نمیخواد تغییر بدی. خب این حرف درسته در مرجع اول، ولی تغییر دادن دنیا دست جمعی میشه، چرا نشه؟ میدونی یه چیزی شنیده همونو هی داره تکرار میکنه به شکلهای مختلف، خیلی وقت هم هست داره این کارو میکنه، ولی تا کی واقعا؟ تا کی نیو بیاره بذاره سر سفره شما؟ از نظر من، به نظر من اینا آهنگشون باها نمیدونم اصلا چی بگم والا، اصلا یه چیز خرطوخری شده. ما ولی کلن رپ سیتی ما جدا شدیم دیگه، من فکر میکنم ما داریم برمیگردیم به بیس. جدا شدن از اونجا دوباره What the fuck؟ برای یه موزیک سیاسی جدا شدید؟ یعنی چون خلصه و لیتو اومدن موزیک سیاسی دادن دیگه تمام سیجل چی؟ شروع میکنیم فکر کنم یه سه چهار ماه دیگه کلن. یعنی تا حرف رو میفهمید بچه ها، یعنی منتظر از سه چهار ماه دیگه همه چی بخوابه دوباره کار رو شروع کنن. برنامه هستی، یعنی کلن راهاتون رو جدا کردید از هم دیگه؟ نه دیگه، ما داریم برمیگردیم به بیس دیگه. بیس هم کجاست؟ بیس همون جایی که همه بودن دیگه، مهراد و سهراب. عزیز جی جی چی؟ مهراد، سهراب، سامان دوباره. ببین زدبازی گروهیه که کلی برای مخاطره ساخته، تمام تینیجرهای ده هفتاد و هشتاد نمیتونن بگن یه موزیک از زدبازی رو حفظ نیستن، مگه اینکه واقعا دوست نداشته باشن، یعنی خیلی کمن. واسه همه مخاطره ساخته، ولی این حرفای سامان که جوری
اونر این داستان، اونر زد بازی بوده، کمی داره زشت و زننده میشه میدونی. اونم مازاد حرفاشو بزنه ولی ما مازادیم انتقاد بکنیم، بازم دارم تکرار میکنم این داستان. ولی واقعا دوست ندارم الان این حرف رو از سام ویلسون بشنوم، میدونی چی باید میگم. بعد یه موزیک سیاسی دادم بچهاتون، چرا باید اون زد سوینی که دوست داشتی، اون زد سوینی که هفت نفر پشت هم دیگه بودن الان اینجوری بشه واقعا یه موزیک سیاسی؟ عقایدتون فرق بکنه، قراره کلا داستان فرق بکنه یا نه اونا دارن طرد میکنن؟ میدونی یه سری سوال هست که شاید بعدا جواب داده بشه بهش، ولی واقعا دوست نداشتم شرایط اینجوری بشه. یعنی آغوش مردم باز بود به سمت شماها، خودتون قبولش نکردید. چرا نمیدونم. نظر خودم راجع به عزیز زد بازی بخوام بدم، ببین بچه ها، من حقیقت ماجرا دارم به این داستان جوری دیگه نگاه میکنم. میگم اگه یه نفر بیاد بگه من طرف مردم نیستم، طرف این ورم، اصلا دوست دارم دستمال به دست این ور باشم، خب پول توشم، اصلا دوست دارم این کار بکنم، این خیلی قشنگ تره تا این که بیای بگی میدونی مثلا من این کارو کردم اون کارو کردم. بیای بگی من اون چند روزی که اومدم به مردم فوش دادم، داشتم به مردم غذا میدادم، خب که چی؟ میدونی این نمیشینه دیگه. تو یه دونه تریبون 400 کی 500 کی فالوور داشتی که میتونستی استفاده کنی ازش. یا بقیه بچهای زاد بازی، یارا میگم سپر خلصه و لیتو و سیجل که به نظر من دمشون گرم، بازم ماهی از هر وقت حساب بگیری تازه است، با اینکه خیلی های شما موافق این داستان نیستید. من یه دونه نظرسنجی گذاشتم 80-90% گفتید نه نمیبخشیم، ولی بازم خیلی واقعا شرف داره این داستان به اینکه کلا بیای صحبت نکنی و همون حرفتو بری بگیری جلو. عمو سهراب هم کمی اینجوریه که ما خودشو دیس کرد دیگه، یه جوری خودشو دیس کرد دیگه، هیچکی نتونه بعدم بهش حرف بزنه و دیگه بگه من که خودمو دیس کردم، شما میخواد چی بگید؟ میدونی شاید هم بخاطر اینکه خانواده‌اش اینجا زیاد صحبت نمیکنه، میدونی. من حالا میگم چون سهراب هم جای هیچ توهینی به مردم نکرد همون اولی که این داستان شکل گرفت، خانواده‌اش اینجا نمیتونه شاید صحبت بکنه، مثل ما مرد شایم میدونی موزیک خاصی نداد، مثل یاس، مثل رز، مثل سیناسایی، بچه‌ای که تو تهران دارن زندگی میکنن و شاید دوست نداشته باشن صحبت کنن که اذیت بشن. این دیگه انتخاب خودشونه به نظر من، نباید فشار بیاریم، ولی اگه بکنن دمشون گرم. یکی مثل توماج صالحی وسط تهران صحبت میکنه، یکی نمیکنه، میدونی. اینم انتخاب خودشونه به نظر من، نباید فشار بیاریم با آرتیستا، چون اون عشقی که با فشار میان بهت میدن اصلا حال نمیده. وقتی خودشون خودجوش بیان کار بکنن خیلی قشنگ‌تره، مثلا کوروش یا بقیه بچه‌ای که دارن خیلی خیلی زحمت میکشن. بچه‌ای تو تهران هم هستن که استوری میذارن، ولی خیلی نه. دمت گرم که رو تامرین من کلیک کردی و تا آخر ویدیو من نگاه کردی. این سه روزو هر کاری میتونید بکنید، یه سه روزی نیستیم، دلم براتون تنگ میشه، ولی از بعدش امیدوارم با حال بهتر و جای بهتر کارهای بهتر بکنیم. منتظر باشید بنده کو فراموش نکنید.